خوبه؟ اوکی. من خوشبختانه سرما نخوردم در نتیجه میتونم بلندتر صحبت کنم. من در ابتدا تشکر میکنم از انجمن زنان آزاده که این برنامه رو در حقیقت برنامه ریزی کردن، این امکان رو دوباره مخصوصا در اختیار من قرار دادن که بیام و امروز در خدمت شما باشم. من الان همینجوری که گفتن برای دو سه تا دیگه برنامه هم قبلا اینجا بودم و واقعا بدون تعارف میتونم بگم جز بهترین برنامه هایی بوده که من لااقل تجربه کردم، هم از نظر برنامه ریزی و هم از نظر شرکت کننده ها. اینم فقط به خاطر حضور شما نمیگم، برای اینکه انترنتی داره پخش میشه در نتیجه. موضوع صحبت من همونجوری که میبینین تیترش بحران هویت در مهاجرت. امروز شما در حقیقت یه بخشیشو آقای درویشپور از نظر جامعه شناسی توضیح دادن، یک موضوعاتی را خانم کاهن گفتن. من در حقیقت میشه گفت تا قدری در ادامه صحبت‌های این دو دوست و عزیز صحبت میکنم که یه جایی به هر حال این نکات رو اشاره کردم، من یه مقدار سریع‌تر خواهم گفت، اینجوری شاید وقت بیشتری هم باشه برای صحبت‌های دیگه. در ضمن من وقتم هم از حالا حساب میکنم، می‌نویسم اینجا که حواسم باشه سرم کلا نره. خب من در مورد سه تا مفهوم برای اینکه بتونم در مورد این سوژه‌ای که اینجا نوشتم، یعنی بحران هویت در مهاجرت، برای شما صحبت بکنم، در مورد سه تا مفهوم صحبت خواهم کرد که برای من کلیدی هست برای فهم این قضیه و یه مقدار توضیح مسائلی که میخوام عنوان بکنم. یکی همین مسئله هویت که به حال امروز در موردش صحبت کردیم، مسئله بحران که بازم صحبت‌هایی در موردش شد، و مسئله استراتژی. می‌بینین که کم و بیش وقتی در مورد مهاجرت صحبت میشه مقوله‌ها مشابهن، البته با توجه به این نکته که علوم انسانی به هر حال یک نگاه متکثر داره. یعنی نه تنها شما وقتی رشته تحقیقیتون رو عوض میکنید، بنا به اینکه روانشناس هستین، مردمشناس هستین، جامعه‌شناس هستین، متفاوت نگاه میکنین، بلکه حتی نگاه شما در درون یک رشته تحصیلی بستگی داره که متعلق به چه جامعه هستین. یعنی مثلا روانشناسی، فرض کنین روانشناسی که من توی بلژیک خوندم با اطلاعاتی که دارم با روانشناسی که تو هلند خونده میشه کاملا یکی نیست. اینجا چیزهایی گفته میشه که شاید ما هیچ وقت اون موقع اونجا نشنیدیم. یعنی در حقیقت روانشناسی یک علم کاملا متکثریه که در نهایت، یعنی علوم انسانی به طور کل، در نهایت اگه خیلی موفق باشه میتونه در باره یک حقیقت ناقص یه حرفی بزنه. مسلماً هیچ وقت در ارتباط با یه حقیقت کامل این حرف رو نمیتونه بزنه، برای اینکه مسائل انسانی به قدر پیچیده است و زوایاش گوناگونه و در حال تغییره که امکان اینی که ما بخوایم تو زمینه علوم انسانی مثلا علوم طبیعی دقیق عمل بکنیم وجود نداره. از این زاویه هم من فکر میکنم خیلی امروز روز جالبیه، به خاطر اینکه به هر حال سه تا نگاه مختلفو دعوت کردن. شما خودتون متوجه به هر حال اشتراکات ولی تفاوت ها هم خواهین شد. یه نکته دیگه هم به نظر من این روزو جالب میکنه، اونم اینه که به هر حال توجه شده به سه نفر که کارشون علوم انسانیه. علوم انسانی متاسفانه تو جامعه ما توجه چندانی بهش نمیشه. همچنان مدل‌های حاکم برای فهمیدن خودمون، اون هم سرنوشتمون هم اتفاقاتی که امروز داره برامون میفته، همچنان یا میبینید تو اکثر کارهایی که ارائه میشه یا فلسفه است یا تاریخه. ما در زمینه علوم انسانی نه کارهای زیادی انجام دادیم و نه اساساً خیلی جدی گرفته میشه گفت این علوم، حتی به لحاظ فرهنگی
و نگاه ما به این مسائل. خب حالا اگه بخوام من خیلی سریع این سه مفهوم رو براتون توضیح بدم که در حقیقت بحثم حول همین سه مفهوم خواهد بود، مسئله اول هویت. هویت رو خواستم بهتون در موردش این توضیح رو بدم که در ابتدا اولین کسی که در رابطه با مسئله هویت توی علوم انسانی صحبت کرد میشه گفت مسئله هویت از نیمه دوم قرن بیستم تبدیل شد به یک موضوع بسیار مهم توی علوم انسانی. اما قبل از اینی که توی شاخه های مختلف علوم انسانی رواج پیدا بکنه، در درجه اول توسط یه روانشناس و روانکاو امریکایی مطرح شد که شما چهرش رو اینجا میبینید که اسمش هست اریک اریکسون. در حقیقت اریکسون یه روانکاو آلمانی، یکی حتی اسمش رو عوض میکنه وقتی میره امریکا و تغییر میده به اریک اریکسون، که زمان در حقیقت به قدرت رسیدن نازی ها آلمان رو ترک میکنه، میره امریکا، تغییر ملیت میده و تقریبا تا آخر عمرش اونجا زندگی میکنه. به طور کلی میشه گفتش که دو تغییر مهم تو جوامع غربی مسئله هویت رو به تو علوم انسانی به مسئله درجه اول تبدیل کرد. یکیش مسئله اهمیت یافتن حقوق اقلیت هاست، یعنی اهمیت یافتن حقوق فرض کنین دیگر جنسگراها، اقلیت های دینی، مسئله زنان، به ویژه به خصوص بعد از پایان جنگ جهانی دومه که به طور جدی در موردش میشه گفتش بحث شد، تحقیق شد و علوم انسانی با توجه به این تحولاتی که در جامعه در حال شکل گرفتن بود شروع کرد به کار کردن سر این قضیه. مسئله دوم هم مسئله اهمیت یافتن فرد، یعنی مسئله فرد به شکل کاملا مدرنش که برمیگرده همونطور که آقای درویشپور هم گفت به دوره دوم مدرنیته، یعنی مشخصا گیدنس این مسئله رو مطرح میکنه، با از بین رفتن نهادهای بزرگ اجتماعی پیش اومد. اهمیت یافتن مدرنیته، یکیش فروپاشی خانواده گسترده بود که به هر حال نقش مهمی داشت خانواده گسترده در اینجا، درست همون جوری که همچنان تو جامعه ما نقش مهمی داره روی کنترل فرد، و یکی اینی که نهادهای بزرگ دولتی هم کم کم شروع کردن به چی؟ به تجزیه شدن، و یه چیزی به وجود اومد بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی در جوامع اروپایی که ما ازش تحت عنوان جامعه مدنی صحبت میکنیم، که در حقیقت جامعه مدنی یک حائلی شد بین خانواده و دولت، یعنی یک شیوه جدیدی برای پیدا کردن راه حل برای مشکلات افرادی که تو شهروندان، بدون اینی که خانواده بخواد توش دخیل باشه یا بدون این که دولت بخواد چیکار بکنه به طور مستقیم در موردش تصمیم بگیره و بر اساس نقشه هایی که میریزه بخواد اونو چیکار بکنه، اونو به اجرا بیاره. اریک اریکسون که بهش میگن در حقیقت پدر مفهوم هویت تو معنای مدرنی که ما امروز تو علوم انسانی ازش صحبت میکنیم، یک کتابی نوشت در واقع در حقیقت کودکی و جامعه، و یک تصویر و یک میشه گفت تعریف جدیدی برای اولین بار از موضوع هویت داد. کتابش 1950 در حقیقت چاپ شد. و یک نکته خیلی مهمی که اریکسون گفت این بود که تصویر ذاتگرایانه رو در رابطه با هویت شکست. یعنی چی؟ یعنی گفت نه تنها هویت فقط اونجوری که فروید میگفت، حالا به هر حال خود اریکسون هم در ابتدا یک روانکاوه، اما یه تغییر مهمی ایجاد کرد تو روانکاوی، اونم این بود که یک بار برای همیشه هویت ما در کودکی شکل نمیگیره. حتی اومد اینو مرحله بندی کرد و گفت 8 مرحله مهم در زندگی انسان وجود داره موقعی که مثلا فرض کنید دوره کودکی، نوجوانی، موقعی که وارد زندگی اجتماعی میشه، موقعی که ازدواج میکنه، ابتدای سن کهولت، و هر کدوم از این دوره ها نیاز داره برای اینکه فرد بتونه هویت خودشو با توجه به سرگذشتش و با توجه به شرایطش
بتونه دوباره بازسازی بکنه، برای اینکه بتونه خودشو با شرایط جدید چیکار بکنه، در حقیقت تطبیق بده. در این ارتباط به دو مکانیزم اشاره کرد تو مسئله شکلگیری هویت، که اولیش همانندسازی. همانندسازی رو میشه گفت از تئوری فروید گرفت، که به هر حال مفهوم فوق‌العاده مهمیه. یعنی برای اینکه کودک در ابتدا هویت خودش رو بسازه، باید یک مدل‌های بیرونی داشته باشه. این یه چیز دیگه امروزه کاملا روشنه. یعنی هویت ما به لحاظ ژنتیکی نیست که تعیین میشه، ما باید مدل‌های هویتی داشته باشیم، و فروید معتقد بود که این مدل‌های هویتی و درست هم هست، در درجه اول در درون خانواده است. ارتباطی که کودک با پدر و مادرش داره، این مدل‌های مختلف رو در اختیارش میذاره تا بتونه چیکار بکنه، تا بتونه هویت درونی خودش رو حالا با توجه به سنش بسازه. در ابتدا مثلا فرض کنید به عنوان یه موجودی مشابه سایر افراد خانواده، سن 3 سالگی 4 سالگی وقتی متوجه تفاوت جنسی میشه، اون موقع متوجه میشه که پدر و مادرش با هم به لحاظ جنسی فرق میکنن و جنسی که کودک داره به یک کدوم از اینها شبیه. مثلا همین مسئله قومی که ما الان صحبت کردیم، به لحاظ روانشناسی یه سنی براش وجود داره، کم و بیش هول و هوش سن 7-8 سالگیه که کودک متوجه میشه که به یه قومی، یعنی علاوه بر این تفاوت جنسی و اینها، یک تفاوت دیگه هم وجود داره، که این مشخصا مثلا حالا تو وضعیت خاص مهاجرها اینه که متعلقن به یه اقلیتی که این اقلیت ظاهرا مجزاست از، نه اینکه قبلش اصلا بهش آگاه نباشه، ولی هویت قومی اونجوری که ما میفهمیمش در حقیقت از سن 7-8 سالگیه که کودک توانایی اینو پیدا میکنه که بتونه این مفهوم رو بفهمه. اریکسون به این مفهوم همانندسازی مفهوم دیگه اضافه کرد و روش خیلی تاکید کرد، و بسیار روانشناسا در زمینهای دیگه هم روی این نکته تاکید کردن. یعنی گفت فقط مسئله همانندسازی نیست، بلکه همزمان مسئله تمایزگذاری هم هست. یعنی من مثلا فرض کنید وقتی به سن نوزاد پسر، به سن فرض کنید که فهم 3 سالگی تفاوت جنسی میفته، از یه ور به خودش میگه که من هم جنسم با پدر، ولی جنس من متفاوت با جنس مادرم. و این مکانیزم رو اریکسون گفت همونقدر مهمه، این تفاوت ها رو ما با کی میذاریم و بر چه اساسی میذاریم، که همانندسازی. یعنی همونقدر یک انسان نیاز داره به اینی که شبیه به بقیه باشه، به همون میزان هم نیاز داره که بتونه توی بعضی موارد از دیگران متفاوت باشه. در رابطه میشه گفت با این مدل، روانشناسا در حقیقت میشه گفت تو دهه 70-80 اومدن گفتن که حالا خوده بر اساس این دو مکانیزم، کی شبیه منه، من سعی کنم خودم رو شبیه اون بسازم، کی از من متفاوته. مثلا بچه ها مخصوصا پسرها هنوز در بسیاری از فرهنگ ها وقتی هلوهوش سن 6-7 سالگی هستن، خیلی مایلن که حتما در درون گروه همجنس خودشون باشن، حتی گاهی موقع رفتارهای خیلی خشنی مثلا نشون میدن نسبت به اینو ربط میدن به این میل به تمایزگذاری و به اینی که مثلا فرض کنید میخواد در درون یک گروهی که از یک شباهت هایی داره از یک بابتی به اون افراد، در حقیقت هویت خودش رو چیکار بکنه، تثبیت بکنه و تحکیم بکنه. که البته خب این یه مسئله فرهنگیه، یعنی به این معنا نیست که تو همه فرهنگ ها باید به یه شکل یا حتما از این مراحل رد شد. تو فرهنگ های پسرها بیشتر به این گرایش دارن که زن و مرد به عنوان دو جنس کاملا متضاد به لحاظ فرهنگی تلقی میشن. یعنی حتی میشه گفت در فرهنگ حتی مسلمان، یعنی فقط مربوط به ایران نیست، هویت مردانه که امروز صحبتش بود یه تفاوت خیلی عمده داره با هویت زنانه. اونم اینه که ظاهرا هویت زنانه یک امر طبیعیه برای ماها،
یعنی دختر به محض اینی که بدنش تغییر میکنه، به محض اینی که قاعده میشه، به محض اینی که بیولوژی شروع میکنه به تغییر کردن، میشه دختر. اما ظاهرا پسر باید تلاش بکنه. واسه همین هم هست که مثلا به پسرها میگیم مرد باش، اما خیلی کم پیش میاد به یه دختر بگیم زن باش. انگار زن بودن امر خود به خودی و طبیعیه، در حالی که برای مرد بودن هم باید تلاش کرد و هم باید تلاش کرد که حفظش کرد. و فرهنگی که اساساً میان مردانگی و زنانگی تضاد ایجاد میکنه، در حقیقت مشخصاً تو فرهنگ ما مردانگی رو بر سه نفی استوار میکنه. یعنی بر سه تا چیز یک مرد نباید باشه و تمام عمرش باید مواظب باشه که اون سه تا چیز نشه، برای اینکه بتونه هویتش رو نگرده. یکی اینه که باید ثابت بکنه که دیگه کودک نیست. دومی اینه که ثابت بکنه که زن نیست. تمام خصوصیاتی که ما زنانه میدونیم، گریه کردن، عواطف و به قول معروف نشون دادن یا متکی بودن به دیگران. سومیش هم تو فرهنگ ما مشخصا اینه که همجنسگرا نیست. یعنی هر کدوم از این سه عامل، کودک بودن، زن بودن، همجنسگرا بودن، برای مرد که تو این فرهنگ بزرگ میشه مشکل هویت ایجاد میکنه. و این من فکر میکنم به همین دلیل هم هست که مثلا تو فرهنگ ما ایرانی ها همجنسگرایی رو معمولا زنها خیلی راحت تر میپذیرن. برای اینکه یک زن اگه بخواد بپذیره باید نگاهشو به یک پدیده بیرونی تغییر بده. یک مرد ایرانی اگه بخواد همجنسگراها رو بپذیره، نه تنها نگاهشو به یک موضوع بیرونی باید تغییر بده، باید نگاهشو به خودش به عنوان یک مرد هم تغییر بده. و این چون بخشی از هویتشه، کاری گاهی اوقات به مراتب دشوارتر. این دو بخش از هویت در حقیقت یکیشو بهش میگن هویت مرکزی، یکی بهش میگن هویت پیرامونی. اینا در حقیقت میشه گفت مفاهیمه برای فهم یه موضوعی که نمیشه به این راحتی از هم تفکیک کرد. بیشتر از جنبه اینه که ما بخوایم کارکردهای متفاوت در حقیقت هم شکلگیری و هم حفظ یک هویت رو متوجه بشیم، باید سعی کنیم بفهمیمش. هویت مرکزی و هویت پیرامونی مثل هم نیست. هویت مرکزی یعنی چی؟ یعنی همه ماها، همه کسانی که از یک هویتی برخوردارن، نیاز به ثبات هویتی دارن. یعنی چی؟ یعنی من به قول معروف، من بیشتر عمرم و مثلا توی بلژیک گذروندم تا تو ایران، اما با این حال من وقتی به کودکیم فکر میکنم باید این احساس داشته باشم که اون آدم همون آدمی که امروز اینجا داره چیکار میکنه. یعنی من به هر حال ادامه اونم. یعنی همه نیاز دارن به یک نوع ثبات، به یک نوع پیوستگی و به یک نوع یک پارچگی در هویت. اگر زیادی گسسته بشم، اگر احساس بکنم که خیلی دور شدم و اگر احساس بکنم که تو زندگی من یک اتفاقی افتاده، معمولا این خاصیتیه که تروماتیزم داره. اکثر افرادی که دچار شوک‌های روحی خیلی شدید میشن، همیشه از قبل از ماجرا و بعد از ماجرا صحبت میکنن. مثلا فرض کنین زنهایی که مورد تجاوز قرار میگیرن و اکثرا میگن که انگار من یک آدم دیگه ای شدم از وقتی که اون اتفاق و این خود این قضیه که من انگار از اون روز به بعد یک آدم دیگه هستم، به لحاظ هویتی یک سری مسائل و مشکلاتی ایجاد میکنه. اما یک بخش دیگه ای داره هویت که به همون اندازه مهمه و این هم هویت پیرامونیه. هویت پیرامونی یعنی چی؟ یعنی ما در ضمن اینی که نیاز به ثبات داریم، همزمان باید این امکان رو داشته باشیم که بتونیم خودمون رو به شرایط تطبیق بدیم. اگه قرار بود من به عنوان یه مثلا ایرانی یک بار برای همیشه هویتم به شکل ثابت تو ایران شکل میگرفت، مسلماً اصلا صحبت از اینی که من بیام توی کشور دیگه و سعی کنم خودم رو با اون کشور تطبیق بدم منتفی بود. و مسئله فقط به مهاجرت یا تجربه خاص مهاجرت بر نمیگرده. همه ماها خودمون رو در نقش‌های مختلف تجربه میکنیم بدون اینکه اون احساس ثبات درونی رو از دست بدیم. یعنی چی؟ من الان دارم نقش خودم رو مثلا به عنوان فرض کنید یه سخنران تجربه میکنم
وقتی برم تو خونه تبدیل میشم به یه پدر، مثلا برای همسرم تبدیل میشم به شوهر، برای فرزندم تبدیل میشم به پدر، وقتی که با مراجع کنندگانم کار تراپی میکنم تبدیل میشم به روانشناس. تو هیچ کدوم از اینها این احساس به من دست نمیده که من دارم کاملا یک آدم دیگه میشم، ولی این یک تواناییه. یعنی این یک تواناییه که برمیگرده به چی؟ به هویت پیرامونی، که من این امکانو دارم که بتونم خودمو در حقیقت متناسب با محیطی که توش قرار میگیرم و نقشهای اجتماعی که به عهدم گذاشته شده تطبیق بدم. پس مسئله هویت مرکزی به مسئله ثبات، به هم پیوستگی و امتدادی که در حقیقت پاس به نیازه که پاسخ میده در رابطه با هویت، مسئله بخش هویت پیرامونی به توانایی ما برای بازی کردن رول‌های مختلف، یعنی به چی؟ به توانایی ما برای تعلق داشتن به گروه‌های گوناگون انسانی. وقتی وارد حزب سیاسی میشم یک نقش دیگه‌ای رو بازی میکنم، خیلی کارهای دیگر رو انجام نمیدم. وقتی در کنار همکارانم هستم وارد یک نقش دیگه میشم. حال اگر نقش اجتماعی من منو در تضاد قرار بده با اون هویت ثابتم، اون یه مسئله دیگه است. اونجا ما میتونیم از یه در حقیقت مشکلی صحبت کنیم. اما هویت مرکزی میبینیم که من بینشون در حقیقت یه خط ممتد نکشیدم. یعنی چی؟ یعنی مسائلی که هویت مرکزی رو میسازن میتونن یه موقعی عضو هویت پیرامونی بوده باشن. مثلا فرض کنید دین در درون یک انسان میتونه جزء هویت پیرامونیش باشه. اگه جزء هویت پیرامونیش باشه، ما با فردی روبرو هستیم که قابلیت انطباق بالایی داره با افرادی که مثل اون فکر نمیکنن. اما به میزانی که دین شروع میکنه و وارد هویت مرکزی میشه، یعنی اموری که باید ثابت باقی بمونه، سر مسائل دینی توانایی فرد برای انطباق دادن خودش با دیگران شروع میکنه به چی؟ به کاهش یافتن. تو زندگی یه نفر یه اموری میتونه برای یک مدتی عضو هویت پیرامونیش باشه. یه فرزندی اینجا به دنیا میاد، ایرانی بودنش امکان داره بخشی از هویت پیرامونیش باشه. یه واکنش نسبت به اینی که اگر مثلا قربانی راسیسم باشه، اینه که به عنوان جبهه‌گیری بر اساس ایرانی بودنش بخواد یه هویت مرکزی بسازه. یعنی من اینم، منو یا اینجوری به کل قبول میکنین با این خصوصیات، یا اینکه ما نمیتونیم رابطمون رو با همدیگه چیکار بکنیم، با همدیگه ادامه بدیم. اما هم هویت پیرامونی یه بدبستونی با دنیای بیرون داره، یعنی اجزاش یک بار برای همیشه شکل نمیگیره، هم هویت پیرامونی و هویت مرکزی میتونن در طول زندگی یا در آدمهای مختلف بر اساس مثلا مؤلفه‌های مختلفی تعریف بشن. مثلا فرض کنید من الان اینجا تو جمعی که ما اینجا هستیم، میخوام بگم که این در رابطه با هویت پیرامونیه. حضور دیگران توی تجربه‌ای که من از خودم میکنم و هویتم میکنم چقدر مهمه و این توانایی رو هویت پیرامونی در اختیار من میذاره. اگه الان همه شماها مثلا فرض کنید هلندی بودین، من شروع میکردم کم کم خودم رو ایرانی احساس کردم. ما الان هممون ایرانیم، من خیلی خودم رو تو رابطه با شما ایرانی دیگه احساس نمی کنم. الان شروع کردم کم کم خودم رو ایرانی که از بلژیک میاد احساس کردم، چون یه تفاوتهایی رو میبینم، یه سری چیزها هست به هر حال، حتی زبانی که حرفایی که شما میندازین هلندی بین صحبتاتون هی داره به من یادآوری میکنه که یه همچین تمایزی. اگه همه اینجا زن بودن، من مسلماً خودآگاه یا ناخودآگاه شروع میکردم خودم رو چی کردن؟ یعنی چی؟ یعنی نگاه دیگری به من همزمان داره تو تجربه‌ای که من تو زمان حال از خودم دارم میکنم در رابطه با هویتم مؤثر. من ایرانی بودن رو وقتی اومدم بلژیک تجربه کردم. تو ایران هیچ کی از من نپرسیده بود تو کجایی، یا اگه پرسیده بود منظورش این بود مشهدی، ترکی مثلا. به ذهنم اینجا بود که برای اولین بار من با این پرسش روبرو شدم و احساس کردم که باید براش یه پاسخی داشته باشم. ایرانی بودن اصلا چیه؟
مجبور بودم. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که این پاسخ رو من باید به طرف مقابلم میدادم و اون طرف مقابل رول بسیار مهمی بازی میکنه تو پاسخی که من در مورد یعنی چی؟ یعنی طریقه‌ای که من ایرانی بودن رو تو بلژیک برای یه بلژیکی تعریف میکنم مسلماً با طریقه‌ای که شما ایرانی بودن رو تو رابطه با یه هلندی تعریف میکنین متفاوت. اینو من قشنگ احساس کردم، یعنی مسافرت که کم و بیش زیاد میکنم و دوستان ایرانی تو کشورهای مختلف دارم، دیدم کسانی که مثلا مثل من که 30 سال بلژیکم 30 سال تو آلمان زندگی کردن، سر یه نکاتی وقتی از ایرانی بودنشون صحبت میکنم با من متفاوت. اینو تو برادر خودم که قبل از انقلاب جلوتر از من رفت امریکا میبینم، یعنی اون مجبور شد ایرانی بودن خودش رو در رابطه با امریکایی‌ها تعریف بکنه. حتی گاه موقع یه خاطراتی تعریف میکرد از خانواده که من اصلا شاخ در میآوردم، یعنی و یه نکاتی رو روش انگوش میذاشت که من اصلا به کل چرا؟ برای اینکه برادر من با اینکه ما تجربه کم و بیش مشترکی داشتیم مجبور بود تو رابطهش، نه به طور انتزاعی، هیچ کسی هویتش رو به طور انتزاعی نه میتونه نگه داره نه میتونه تعریف بکنه، تو رابطه و بازخوردی که از طرف مقابل میگیره. و اینه که نشون میده که جامعه میزبان حتی روی نگاهی که ما به گذشته خودمون داریم، یعنی حتی موقعی هم که اصلا مربوط به اینجا نمیشه، موثره. مسلماً اگه ما این 20 سال اینجا زندگی نکرده بودیم و ایران بودیم، مطمئن باشین تعریفی که از ایرانی بودن میدادیم و از تجربه خودمون به عنوان ایرانی بودن خیلی متفاوت می بود با اون چیزی که امروز در درون خودمون به عنوان یک ایرانی احساس میکنیم. این قدرت انعطاف پذیری رو و این یکی از مهمترین توانایی‌های انسانه که باعث شده که بتونه همه جا رو کره زمین مسافرت بکنه، در حقیقت اینو این ترکیب بندی در حقیقت در رابطه با هویتی که این امکان رو در اختیارش قرار داده، که اینجا من حالا اینو نوشتم که هویت مرکزی همین صحبتایی که کردم، احساس ثبات و پیوستگی و یکپارچگی، هویت پیرامونی در انطباق با شرایط و بر عهده گرفتن نقش‌های گوناگون اجتماعی و اینها. و این تعیین هویت فقط در رابطه با مهاجرت نیست، از روز اول برای ما رخ داده، یعنی از روز اولی که ما در ارتباط بودیم با مادرمون در حقیقت داشتیم خودمون رو تجربه می‌کردیم و به مرور شروع کردیم خودمون رو تعریف کردن، ولی تو رابطه با یک انسانی که در حقیقت از ما مراقبت میکرد و به ما محبت میداد. حالا تو مهاجرت گاهی اوقات یه سر این قضیه اگه بخوایم نگاه بکنیم، یه بخشی از همین استراتژی‌های هویتی رو که مژگانم در موردش صحبت کرد و من اگه بخوام با این شما نشون بدم، اون شمایی که در حقیقت میخواد رو هویت خودش کامل بمونه و ما حتی میتونیم یه مقدار انتگریسم رو به اون شیوهی که الان تو اروپا میبینیم میتونیم اینطوری بفهمیم و میشه اینجوری توضیح داد، یعنی یک فرد انتگریست یک فردیه که هویت مرکزیش رشد میکنه، یعنی اون بخشی که اصلا قابل گفتگو نیست، اون بخشی که در درونش تثبیت شده و هیچ گونه مذاکره‌ای تو رابطهش با آدم‌ها سرش امکان براش امکان نداره. افرادی که فرض کنید اونجوری واسه همین هست که می‌بینید رفت آمد با این آدم‌ها می‌تونه چقدر دشوار باشه. حالا فقط از دینی نیست، می‌تونه ایدئولوژیک باشه، هر چی می‌تونه باشه. می‌تونه ما بهشون می‌گیم شاهدان یهوه. حتما به طور شما هم خوردن اینجا که اونا هم در حقیقت یه هویت مرکزی فوق‌العاده مهمی دارن و اصلا قابل تو رابطه باهشون شما یک لحظه نمیتونی فراموش بکنی اعتقاد طرف رو و همیشه حضور داره اون. اما در مقابل میتونین کوچیک شدن هویت مرکزی رو هم داشته باشین، یعنی یه کسی که احساس میکنه کوچیکی هویت مرکزی تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که
به مرور اعتماد به نفس رو از بین میبره. یعنی فرد احساس میکنه که برای اینی که مقبول و مورد نظر دیگران باشه باید مدام خودش رو تطبیق بده، مدام نگران نگاه دیگری به خودشه و سعی میکنه خودش رو بر اساس اون تنظیم کنه. ولی این به مرور احساس دوست داشته نشدن به فرد میده، احساس اینه که تو هیچ خود تو رو به خاطر خودت کسی دوست نداره، بلکه تو باید همیشه یک سری در حقیقت چیزها رو در درون خودت سرکوب بکنی تا اینکه بتونی مقبول در حقیقت بلند. خب این دوتا قضیه، هویت مرکزی و پیرامونی، با اون دوتا کار کردی که گفتم، این یه مقدار بحث مسئله هویت رو روشن میکنه. حالا اگه بخوایم به بحران بپردازیم، یعنی ببینیم مسئله هویت رو تو مهاجرت چگونه میشه فهمید، من مهاجرت رو به عنوان یه بحران میبینم. یعنی فردی که با مهاجرت کردن دچار بحران نشه دچار یه مشکلی، یعنی یعنی فردی که دچار بحران نشه یعنی چی؟ یعنی که فردی که متوجه انگار نشده که محیط بیرون عوض شده. وقتی هویت مرکزی بیش از حد بزرگ میشه این اتفاق میفته، یعنی هر جا هست عیناً همون مدلی رو که داره میخواد چیکار بکنه. در نتیجه بحران یک ضرورته برای مهاجرت، یعنی یک چیز اولا یه توانایی انسانه، به هیچ وجه امر منفی نیست. خوشبختانه انسان یک سیستم بازه که وقتی که ببینین هیچ کدوم از ماها رو فرهنگ ما، تربیت ما تربیت نکرده بود برای اینی که 6000 کیلومتر دورتر از خانواده هامون زندگی کنیم. همه ماها توسط فرهنگمون برنامه ریزی شده بودیم برای اینکه در همون سرزمین با همان زبان، با همان اخلاقیات، با همان نظام خویشاوندی زندگی خودمون رو ادامه بدیم. درست مثل یه برنامه کامپیوتر، در واقع فرهنگ اینه. مهمترین خصوصیت و ویژگی فرهنگ اینه که از ماها انسانهای قابل پیشبینی بسازه بر اساس یک سری نرم ها که وقتی در مقابل هم قرار میگیریم بدونیم کم و بیش چی میخوایم و چجوری در حقیقت مقاصدمون رو به همدیگه بفهمونیم. وقتی انسانی که اینجوری پروگرامه شده و هیچ وقت قرار نبوده تو این برنامه ریزی این 6000 کیلومتر دور بشه از زادگاهش، وقتی اینو شما بلندش میکنین، پرتش میکنین توی محیط دیگه، این برای اینی که بتونه خودش رو تطبیق بده باید از بحران بگذره. در اینجا برخلاف بحرانی که توی این 10 سال اخیر فقط در مورد صحبت میکنم، بحران اقتصادی که ظاهراً توی اقتصاد بحران همیشه منفیه، به بحران مثبت نداریم، یعنی خیلی کم پیش بیاد که بگن ما حقوق شما رو اضافه میکنیم چون دچار بحران اقتصادی. ولی بحرانی که من در موردش صحبت میکنم، همونجور که یه بخشیش هم آقای درویشپور صبح گفتن، یک فرصت. و جالب اینه که این مفهوم رو تو زبان چینی ما میبینیم. تو زبان چینی دو تا معنا داره بحران، یکی به اون معنایی که ما میفهمیم، دومیش یعنی فرصت. و این جالبه که شما چطور تو این چطور میشه این دو تا چیزو به هم ربط داد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما وقتی دوچار بحران میشید توانایی تغییر توتون افزایش پیدا میکنه، و اینکه متوجه میشین که باید یه سری چیزها رو برد زیر علامت سوال، نمیشه کاملا طوری زندگی کرد که قبلا زندگی میکردم. ولی این به این معنا نیستش که با خودش سردرگمی نداشته باشه، با خودش استراب نداشته باشه. همه اینها رو داره، یعنی افسرد، ولی دیگه افسردگی و استرابش افسردگی و استراب بیماری روحی نیست. و این خیلی مهمه. یعنی مهاجر رو اگر ما بر اساس مدل روانشناسی کلاسیک بخوایم معالجه کنیم، بگیم خب این که افسردگی، اینم استراب، خوشبختانه کلی هم براش قرص الان داریم، کمک زیادی بهش نمی‌کنیم. چرا؟ چون استراب و افسردگیش ناشی از اتفاقیه که در بیرون از این سیستم رخ داده. بازم یه مثال امروز زده شد که به نظر من خیلی گویاست، اونم اینه که تو زندگی انسان لاقل تو غرب
یه بحران خیلی مهمی که ازش صحبت میکنن چیه؟ تو رشد یک انسان موضوع صحبت خانم کاهن نوجوانی. هیچکی نمیگه یه جوان نوجوانی که عصبانی میشه در رو خودش میبنده سربالا جواب میده اینو ببریم بهش مثلا یه چند تا آمپول بزنیم یا بدیمش دست مثلا فرض کنیم یه روانشناس، چرا؟ طبیعی قلمداد میشه. بر اساس این مدل که من دارم در رابطه با بحران باهاتون صحبت میکنم میشه گفتش که نوجوان یه مهاجر، یک مهاجریه که در دوران کودکی رو در حقیقت ترک میکنه ولی هنوز کاملا وارد دنیای انسانهای بالغ نشد. در نتیجه درست مثل یک مهاجر خودشو میبره زیر علامت سوال، درست مثل یک مهاجر میدونه که باید خودشو متفاوت تعریف بکنه، خودشو تو آینه نگاه میکنه، با خودش خیلی مشغول میشه، خیلی چیزها رو تو رابطه با دیگران شروع میکنه به آزمایش کردن، با اونا مهربون میشه، خشمگین میشه و همه اینها در حقیقت بهش کمک میکنه تا به مرور بتونه چیکار بکنه، بتونه بپذیره که کودکی تموم شد. وگرنه هستن نوجوانهایی که پناهنده میشن به اون دوران کودکی، یعنی حتی در دوره نوجوانی خیلی بچهای سربزیری باقی میمونن ولی نوجوانی که در سن 17 سالگی سربزیره نگران کننده است. هیچ وقت نه نمیگه به خانوادهش و همیشه میخواد همچنان مطابق مدل اونها عمل بکنه، در حقیقت بیشتر باید باعث نگرانی ما بشه، برای اینکه به دلایلی در این تغییر و ورود خودشو به دنیای انسانهای بزرگ به تأخیر میندازه. خب پس ما بحران اولا به عنوان یه چیز باید مثبت گرفت، مثلا اینه که چجوری ما باید اینو ادارش بکنیم، یعنی خوشبختانه دچار بحران میشیم با توجه به اینی که دردآوره و با توجه به اینی که بحران یک مسئله دیگه هم داره، اونم اینه که خروجیش معلوم نیست پیشا پیش، یعنی تو هیچ زمینه‌ای. شما وقتی در مورد مفهوم بحران صحبت میکنید یک درهم ریختگی پیش میاد که میتونه یهو انگار سر یه چهارراهی قرار گرفته، درست مثل نوجوان انگار میتونه کاملا به مسیرهای گوناگون بره، بسته به اینه که چه انتخابهایی میکنه، بسته به این داره که اطرافیانش به چه شکل در رابطه باهش عکس العمل نشون میدن. پس بحران هویت پیش آمدنش به هر حال یک ضرورت، یک اتفاقیه که برای هر مهاجری در حقیقت باید رخ بده و همزمان یک فرصت. یک مسئله خیلی مهمی هم که تو بحران هست اونم اینه که وقتی شما دچار بحران میشین خیلی مدل‌های علی و خطی دیگه جوابگو نیست. یعنی چی؟ یعنی ما معمولا توی عقل میشه گفت همگانی این گونه فرض میکنیم که اون چیزی که من امروز هستم نتیجه گذشته من. حتی خیلی کسا مثلا میخوان توضیح بدن خیلی از رفتارهای مهاجرها رو با فرهنگ و جامعه که ازش اومدن. وقتی یه سیستم دچار بحران میشه خیلی از رفتارها رو دیگه گذشته توضیح نمیده، یعنی نگاهو باید از گذشته آورد روی زمان حال. برای چی؟ برای اینکه این داره بازسازی میکنه. حتی و این تو مهاجرها دیده شده، تحقیقات بسیار زیادی هم تو این زمینه هست که نشون میده حتی اون چیزهایی که ما میگیم به عنوان سنت مهاجرها از کشورهای خودشون میارن گاهی اوقات هیچ ربطی به اون سنت در درون کشور خودشون نداره. اولا که مثلا فرض کنید یه مثالش یه مردم شناسی بود تو انگلیس، این دو سال سر رابطه با ازدواج بین پاکستانی ها که میشه گفتش که قوم مهم و بزرگی هستن تو انگلیس کار میکرد، فیلم برداری کرد، با اینا صحبت کرد و اینا سعی کرد تمام مراسم و آیین پاکستانی ها رو موقع ازدواج از یه پنجاب از یه بخش خاصی از پاکستان میومده. بعد از دو سال گفت من میرم پاکستان ببینم که الان آیا اونها آیا اون سنت ها رو همچنان انجام میدن یا نه. رفت اونجا با یه چیز خیلی که اصلا فکرشو نمیکرد که باعث شد تحقیقش دو سال دیگه هم طول بکشه مواجه شد. اونم چی بود؟ این بود که پاکستانی ها در لندن سنت هایی دارن که هیچ وقت تو پاکستان وجود نداشته.
یعنی ساختن اون، نه اینی که به طور خودآگاه بگن امروز دوره هم جمع بشیم یه دو سه تا سنت اختراع کنیم، ولی با توجه و اینو بعد وقتی که برگشت و دوباره مطالعاتشو ادامه داد قشنگ تو تزش نشون میده، چون تز دکتراش هم هست، نشون میده که نگاه انگلیس ها و جامعه انگلیس روی اختراع این سنت های جدید ظاهرا هیچ ربطی به انگلیس ها نداره. دلیلش هم چیه؟ خیلی خلاصه بخوام میگم، یه دلیل خیلی مهمش اینه که انگلیس ها متوجه شدن که این پاکستانی ها ازدواج های فامیلی میکنن، خب، و توافقی. یعنی چی؟ یعنی دختر و پسر اصلا همدیگر رو ندیدن. برای انگلیس ها تو دهه 70 میگفتن این ازدواج ازدواج سفیده، اصلا نمیفهمیدن که دو... یعنی چی؟ یعنی وقتی دو نفر همدیگر رو دوست ندارن این ازدواج اصلا ازدواج تقلبیه. شما این کاری کردین که اون آدم رو بردارین چیکار بکنی؟ فقط بیارینش اینجا. یک بخش مهمی از این سنت‌هایی که اختراع کردن تو لندن اینه که غیر مستقیم به انگلیس‌ها داره ثابت میکنه که این زوج همدیگر رو دوست دارن، چون درست اون سنت‌ها برمیگرده به یه سری مراسمی موقع عقد و یه جاهای دیگه که زن و شوهر کنار هم قرار میگیرن و یه جوری محبتشون رو شروع میکنن به چی؟ ولی خود پاکستانی‌ها اینو به عنوان انگار سنت‌هایی که بل از گذشته همراه خودشون داشتن اینو به این صورت تو ذهن خودشون. یا مثلا ترکا در حقیقت توی آلمان، تو بلژیک، تو فرانسه آمار نشون میده که مهمترین اقلیتی هستن که ازدواج توافقی رو الان انجام میدن، یعنی بین دوتا خانواده بدون اینی که دختر و پسر همدیگر رو بشناسن. اما من یه آماری پیدا کردم، البته آمار کشورهای مسلمون به دقت آمارهای اینجا نیست، ولی جالبیش این بود که در رابطه با ازدواج‌های توافقی نشون میداد که ترکیه بین کشورهای اسلامی پایین‌ترین میزان ازدواج توافقی رو داره. خب پرسشی که اینجا باید از خودمون بکنیم چیه؟ چی میشه که ترکا تو مملکت خودشون بین مسلمون‌ها کمترین میزان ازدواج توافقی رو دارن، وقتی میان تو اروپا میشن نفر اول؟ اینو نمیتونه کشور مبدا توضیح بده. اینو چی میتونه توضیح بده؟ اینجا میایم به بحث بعدی، استراتژی که جامعه ترک در توی ارتباطش با جامعه مثلا آلمان پیش گرفته، یعنی از ازدواج توافقی به عنوان یک راه حل برای مشکلات امروزش داره استفاده میکنه. ظاهراً گفتمان این هست که به خاطر وفاداری به پیشینیان، ولی در واقعیت فرهنگ مثل یک جعبه ابزاره. آدم ها میرن سر وقتش و اون چیزهایی که به دردشون میخوره رو ازش میکشن بیرون. توی از این رابطه هانا آرنت یه تعریف خیلی خوبی داره از سنت کلن که خیلی میخوره به این صحبتی که من میکنم. آرنت میگه که سنت گذشته نیست، سنت نگاه امروز ما به گذشته است. یعنی چی؟ و نگاه امروز ما به گذشته در درجه اول تحت تأثیر مشکلات و نیازها و مسائلیه که ما امروز داریم. اون چیزی که تعیین میکنه که من گذشته خودم رو چگونه میبینم مشکلاتیه که امروز دارم. و بحران اینو خیلی تقویت میکنه. یعنی انسان بحران زده انسانیه که ما یه جمله داشتیم تو ایران، میگفتیم گذشته چراغ راه آینده است. این همون فکر علت معلولی و خطیه که تو فرهنگ ما وجود داره. خب ولی موقعیتای بحرانی نشون میده که گذشته در خدمت زمان حال در واقع، یعنی ما گذشته خودمون رو بر اساس مشکلات امروزمون بازسازی میکنیم. اینم امر کاملا طبیعیه، یعنی دروغ نمیگیم، این خاصیت انسانه و اینجوری. و اینو من به عنوان یه روانشناس، روانشناس خانواده، تو رابطه‌ام با زوج‌ها زیاد میبینم. یکی از اولین سوال‌هایی که از خانواده‌ها یا زوج‌ها که میام پیشم میکنم اینه که شما چجوری با هم آشنا شدید. مسلماً اینه که چجوری با هم آشنا شدن خیلی برای من اهمیتی نداره، اما نحوه‌ای که آشناییشون رو تعریف میکنن به من نگاهشون رو امروز به همدیگه نشون میده. اگر من با یه داستان
لیلی و مجنون طرف باشم که اون روز من اگه نرفته بودم اونجا یا اگه فلانی به من زنگ نزده بود من امکان نداشت اونو ببینم، میفهمم که اون رابطه عاطفی یا اون عشق همچنان، ولی همون فرد عاشق و یک سال بعد بعد از طلاق ازشون این سوال بکنه، یه چیزای دیگه یادشون میاد که مثلا اون روز عجیب هوا بارونی بود، من اصلا قرار نبود بیام بیرون، اگر فلانی که در ذهن باهاش قطع رابطه کردم نمی اومد منو به زور بکشه از خونه بیرون، من هیچ وقت این آدمو. چرا ما این کارو میکنیم؟ خیلی طبیعیه. برای چی من این کارو میکنم؟ برای اینکه وقتی که من جدا میشم، برای اینکه بتونم به زندگیم ادامه بدم، باید اون اتفاقی که برای امروز من افتاده رو مربوطش بکنم به این گذشته تا این داستان ادامه پیدا کنه. و یعنی مثل یه صفحه گرامافونی که روش خش میفته، همین سر این طلاقه گیر میکنم، میرم سراغ گذشته، اینو بالا پایین میکنم، داستان زندگیمو جور دیگه تعریف میکنم و گاهی حتی به اونجا میرسم که اصلا شما داستانو میشنوی میبینی انگار هیچ، یعنی هیچ امکان دیگه جز اینی که اینها برسن به اون چیزی که امروز براشون اتفاق افتاده ظاهرا وجود نداره. مهاجر هم این کارو میکنه، یعنی مهاجر وقتی میاد اینجا گذشتش تا یه حدی تحت تأثیره، اما بحرانی که دوچارش میشه، شرایط کشوری که در حقیقت که من اینجا نشونتون بدم، این همینی که الان بهتون گفتم که دیدین اینجا، مهاجر هم بنا به موقعیت، کشور میزبان، راههایی که سنی که داره و اون لابیرانتی که مقابلشه و باید پیش بره، میتونه از یعنی باید از گذشتش یک داستان متفاوت. برای چی؟ من یکی که ساله دیگه که میکنم مثلا از پناهنده ها یا کسایی که مهاجر هایی که میبینم، این که خب مثلا هر روانشناس دیگه ای که داستان زندگیتون رو مثلا تعریف کن، یک دلیل، یک چیزی اینی که نشون میده که این فرد تونسته تا یه حدی به این بحران فائق بشه، اینه که بتونه بین زندگی اینجاش و زندگی قبلش ارتباط برقرار کرده باشه. من مهاجرهایی دارم که درست تا موقع رسیدنشون به بلژیک شما واقعا توی یک سرگذشتین، یک سرگذشت معنادار، یک دنیای در حقیقت میشه گفت داستانی. به محض اینکه میرسه به بلژیک همه چی میشه فقط ذکر اتفاقات، دیگه داستانی در کار نیست. فلان سال رسیدم، خونه اولم تو فلان شهر بود، یک سال رفتم مدرسه، بعد از این یعنی چی؟ یعنی زندگی من اونجا متوقف شده. مهاجر نیاز داره برای اینکه بتونه ادامه بده، بره به سمت یه سرنوشتی که براش پیشبینی نکرده بودن، بتونه اونو چیکار بکنه؟ بتونه اونو بسازه. من سریع بگم که ما حالا استراتژی‌های خروج از بحران در مقابل این بحران که کاملا طبیعیه و به عوامل مختلفی هم ربط داره، ما استراتژی‌های خروج رو میتونیم تو سه مرحله ببینیم: فردی، خانوادگی یا به عنوان یه اقلیت قومی که دارن توی یک جامعه زندگی میکنن. اینجا اولین چیز در رابطه با فردی اینه که مهاجر محکوم به آزادی. یعنی چی؟ یعنی یه خصوصیت انتخاب نکرده، به خاطر این محکومه. یعنی در مقابل یک امر غیر پیش بینی شده ای قرار گرفته که مسیر خودش رو مجبور از این به بعد دیگه اختراع کنه. پیدا کردن مسیر معنایی نداره، برای اینکه هر کدوم از ما هر چقدر هم با دور هم جمع بشیم، ما دیگه گروهی نمیتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. همه ما به نوعی محکوم میشیم به اینی که یک سرنوشت فردی رو اینجا تجربه بکنیم و چیکار بکنیم و پیش ببریم. این تو بخش دوم نوشتم، فرایند تفرد. یعنی شما چی بخواین چی نخواین، این در ابتدا تجربه نیست که بر اساسش بشه چیکار کرد، یک گروه انسانی درست کرد که بگیم ما همه یک سرنوشت مشترک داریم، پخش میشیم تو این جامعه. هر چقدر هم حالا از طریق مجازی با هم در ارتباطیم، ولی هممون رو مجبور کردن که با انتخاب‌های گوناگون مسیر خاص خودمون رو چیکار بکنیم ادامه بدیم. اما در رابطه با فرزندانی که اینجا به دنیا میان قضیه فرق میکنه. تفاوت مهم برای اونها این نیستش که، و این خیلی مهمه،
یعنی فرزندان ما تجربه‌ای که از مهاجرت میکنن با تجربه‌ای که ما به عنوان فرد بالغ کردیم کاملا متفاوت، و این تفاوت رو باید بهش توجه کرد. همونقدر با ما از ما متفاوتی که با کشور میزبان. چرا؟ مهمترین تفاوت چیه؟ اینه که اگر ما به طور کلی بخوایم بگیم تو جوامع امروزی ما دو تا نهاد مهم داریم برای اجتماعی کردن یک فرزند، یکیش خانوادهش، یکیش مدرسه. فرزندان ما این تجربه خاص رو کردن که این دو نهاد به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارن. اینو نه ما تجربه کردیم نه افرادی که تو این کشور، و یک سری مسائل رو به لحاظ درونی زندگی میکنن برای اینکه مدل‌های هویت سازی و تمایز گذاریشون بر اساس این دو نهاد متفاوت در حقیقت چیکار کرده، شکل گرفته. اینا یه اگه تو گفتگو شد، اتفاقا تو فیلم فرهادی این تضاد بین این دوتا رو ما میبینیم. اونی که ما به عنوان مهاجر، فرزند مهاجر، تنش، نمیگم تضاد، تنشی که بین دو نهاد خانواده و مدرسه وجود داره به نوعی تو فیلم فروشنده ما میبینیمش. به چه عنوان؟ به این عنوان که میشه یکی از فرضهایی که قرار داد برای اتفاقی که برای اماد میفته چیه؟ اینی که تو جامعه ما درست مثل وضعیت جامعه اینجاست، نهاد خانواده و نهاد مدرسه به هم پشت کردن و یه واقعیت کاملا استثنائیه. هر دو ظاهرا تو یک فرهنگن، لااقل طبقه متوسط ظاهرا اماد رو طوری بار آورده که تو رفتار با همسرش خیلی شبیه نرمهای جامعه اینجاست. اما همین اماد وقتی در مقابل یک نقش اجتماعی که ازش توقع دارن قرار میگیره، یعنی قیصر شدن، یعنی غیرتی بودن، اون موقع انگار یه هیولای در درونش یهو بیدار میشه و اونو کی توش تعبیه کرده؟ ما چی بخوایم چی نخوایم؟ هر چقدر خانواده محافظت بکنه تو ایران از فرزندان، مدرسه به هر حال نقش مهمی داره. یعنی اماد درست مثل برای من مثل یک فرزند نسل دوی مهاجر اینجاست، ولی توی یه شرایط کاملا متفاوت. شباهتش چیه؟ اینی که این دوتا نهاد با هم یه جورایی در تنشن. خب اینم که همون ازدواج اینا رو که توضیح دادم. خب من دیگه تموم میکنم، برای اینکه میدونم وقت نیست. اگه شد یه نکته مونده که اون حالا بعد براتون توضیح. خیلی ممنون از لطفتون.